بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بار الله قرآن را بهار قلب های من قرار بده، قلب های من را زنده کن با قرآن و قرآن را نور زندگانی ما قرار ده. درود و سلام خدا بر شما بینندگان عزیز و محترم با درس تفسیر آسان آیه 20 از سوره مبارکه بقره در ادامه تفسیری آیه 19 هست، با هم ارتباط دارند. در آیه 19 خداوند مثال دیگری را در مورد منافقین میزنند که منافقین گروهشون همانند کسانی هستند که در یک شب تاریکی مسافر هستند، باران شدیدی میبارد همراه با رعد و برق شدید. از شدت ترس و وحشت دست را در دستانشون و انگوشانشون در گوشهاشون قرار میدند. با تمام وجود سعی میکنه که صدای رعد را نشنود، صدای برق را نشنود. خداوند این مثال را در مورد منافقین زدن که منافقین هم قرآن که بهاریست، باران هست و زنده میکنه، در این بارانی که میاد رعد و برق هست، باران شدیدی هم میاد. اونهایی که ساکنان این منطقه هستند، خب از این رعد و برق و حتی شدت باران در امان هستند. زمینها را زنده می کند و استفاده می برند خودشون و حیواناتشون. فضا و محیط هم تمیز می شود، بیماری ها از بین می رود. قرآن این گونه هست. تسی که درش این باران، در این قلب باران ببارد، زندش میکنه، بیماری ها رو از بین میبره و ترس و وحشتی هم نداره از اون چیزی که قرآن داره میفرمایند. برخلاف منافق، منافق قلبش قلب پاکی نیست. باران میاد در اونجا شورزار هست. نصیب او اینه که همیشه ترس و وحشت داره از قرآن، از آیات قرآن، از اینکه صفات اونها میگه، از اینکه جامعه اسلامی در حال رشد و ترقی است، مردم دارن استفاده میکنن، این اونو به مرگ میکشونه و تحمل شنیدن آیات قرآن رو نداره، میخواد دستشو در گوشش قرار میده که نشنود. آیه 21 20 میفرمان که یکاد البرق یخطف ابصارهم، چنان است که گویی برق میخواهد نور چشمانشان را برباید. کلما اضاء لهم مشوا فيه، هرگاه که پیش پایشان را روشن می‌دارد به پیش می‌روند. و اذا اظلم عليهم قاموا، و چون محیط ایشان تاریک شود بر جای خود می‌ایستند و از حرکت باز می‌ایستند. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، اگر خدا می‌خواست گوش و چشمان ایشان را از میان می برد. ان الله على كل شيء قدير، چرا که خداوند بر هر چیزی تواناست. چقدر زیباست این آیه و این مثالی که خداوند زدن. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یخطف الخطف به معنای به سرعت چیزی را گرفتن، پس خطف به معنای روبودن هست. مثلا میگن اختطاف شده، روبودن رو پس در زبان عربی بشه اختطاف. خطف گرفتن به سرعت، روبودن. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که برق اینقدر قوی هست که چشمان اونها را برباید. این اندازه برق قوی هست که اونها را کور و نابینا کند. به همین صورت آیات قرآن منافقین رو داره کور میکنه و سر جاشون میسن. کلما اضاء لهم مشوا فيه، هرگاه که براشون روشن کنه، جلوی پاشون روشن کنه، مشوا فيه، حرکت میکنن. در اینجا خداوند منافقین رو تشبیه کرده به رهگذران در شب ابری. چگونه
منافق به رهگذر تشبیه شده. رهگذران، مسافران، خب در شب تاریک هست، محیط اطرافشون وقتی که برق میزنه روشن میشه، حرکت میکنن، یک کمی حرکت میکنن، تاریکی میشه بار دیگه میستن، تاریکی باره بیشتر هم میشه. حالا منافقین تشبیه شدن به این مسافران، پذیرش اسلام اونها زمانی که موافق باشه با هوای نفسانی حرکت میکنن، با مسلمان ها هستن. در سوره بقره خدا، در سوره توبه خداوند در مورد خیلی از صفاتشون میاره که میگه اینها چقدر ترسو هستن. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون. حاضر نیستن در هیچ جنگی هم شرکت کنن، همیشه ترس برشون هست. این ترسی که الان مسافران دارند از شدت رعد و برق، همین ترس رو منافقین دارند از قرآن و از دین و از خواسته های دین. اسلام ازت میخواد بس حرکت کنی. و اگر با خواسته هاشون هم موافقت نداشته باشه نمیپذیرن. این حالت منافقین هست که اگر موافق طبعشون باشه قبول میکنن، موافق خواستشون نباشه قبول نمیکنند. همونطور که خداوند در سوره نور میفرماید که فاذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. هنگامی که به سوی خدا و پیامبر خواسته میشن که تا در بین اونها حکم بشه، گروهی از اونها رویگردانی میکنن. اما اگه حق بهشون بدن، درشون حقی باشه، میدونن که خدا در این قضیه حق با اونهاست، یأتوا الیه مذعنین، با خیال راحت میان تسلیم میشن، بله بریم حکم خدا و پیامبر چیه. اما اگر برعکس باشه، میدونن اذا فریق منهم معرضون، روی گردانی میکنن، حاضر نیستن بیان دیگه. و برخی از علما رحمت الله علیهم در مورد این میفهمن که کلما اضاء لهم مشوفی، میگن که اگه از دید اونها اینگونه معنا کردن که زمانی که نور برای اونها روشن شد، در اون راه میرن برق براشون زد روشن شد، میگن که تشبیه شده به حال منافقین که اگه خدا به اونها مال و عافیت بده، میگن که بله دین اسلام دین حق هست، از زمانی که ما مسلمان شدیم جز خیر و خوبی ندیدیم. کلما اضاء لهم مشوفی، تشبیه شده به حال منافقین، به حال مسافرین. مسافر وقتی که جلوی پشت روشن شد حرکت میکنه، تاریک است نمیبینه چی، باران هم داره میاد، جلوی پشت کمی روشن شد حرکت میکنه. منافقین هم وقتی خیر و خوبی بهشون برسه میگن بله اسلام دین خوبی است، از وقتی ما اسلام رو قبول کردیم دچار خیر و خوبی شدیم. اما اگه برعکس شد، برعکسش چطوره؟ و اذا اظلم عليهم قاموا، مسافرین وقتی هم که محیط اطرافشون تاریک بشه میستن، حرکت نمی کنن. حالا منافقین چطور؟ منافقین اگه دچار فقر بشن، دچار بیماری بشن، یا حتی در دید بعض اینه که داشتن پسر خب افتخار هست، داشتن دختر براشون سنگین هست، پسر نعمت خدا میدونن و از دین میدونستن، اگه دختر گیرشون میومد میگفتن که دچار فقر و بیماری میشن، میگفتن که ما از این دین چیزی جز بدبختی و شؤم و نحوست هیچی نصیبمون نشده، از وقتی این اسلام اومده مسلمون شدیم، از وقتی این دین رو قبول کردیم به چه بلاهایی که دچار نشدیم. و اذا اظلم علیهم قاموا، زندگی درش سختی ها هست دیگه، ابتلاعات هست، آزمایشات هست، خدا اونها رو آزمایش میکنه که غربال بشه اون چیز، انسان ها غربال بشن، قلب انسان غربال بشود. اونها دیگه در این غربال شدن اول میافتند، تاریکیست براشون، ابتلاعات هست،
میگه نه، هر بدی که ما، این دین دین بدی است، همطور که خداوند در مورد حضرت موسی و فرعون هم میگه، در مورد خود رسول الله هم فرمودن، در مورد پیامبران قبل هم فرمودن که هر وقت خوشی بهشون میرسی میگفتن که این از ماست یا از خداست، وقتی بدی میرسی میگفتن که این به خاطر دین تاست و به خاطر پیروی از تاست، به خاطر که تو اومدی این دعوت رو آوردی، اومدی اقتصاد ما خراب کردی، اومدی سیاست ما را خراب کردی، اون مملکت ما را خراب کردی، این گونه به پیامبران تهمت میزدن. و اذا اظلم علیهم قوم، و یا بعضی از علما هم رحمت الله علیهم در این مورد گفتن که، البته این جنبه از شخصیت منافقین که الان گفته شد که اگه خوبی بهشون برسه میگن که خب از برکت دین هست، اگه بدی برسه میگن که از این دین هست. بار دیگه این آیه خیلی زیبا، آیه 11 سوره حج میفرمان که و من الناس من یعبد الله علی حرف، خداوند را به خاطر یک مصلحتی میپرستد، فإن أصابه خير اطمأن به، اگر از این دین خیری بهش رسید در این عبادتش خب مطمئن میشه، میگه بله دین خوبی است. و ان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، اما اگه مصیبتی فتنه بهش رسید روی برمیتابد، دنیا و آخرت زیان دیده است، ذلک هو الخسران المبین، این همون زیان آشکار است. بعضی از علما بار دیگه در مورد این آیه یه برداشت زیبای دیگه میکنن، یعنی که کل ما اضاء لهم، زمانی که راهشون روشن بشه، یعنی شناخت قسمتی از حق، یه قسمت از حق رو بشنوند بشناسن. خب حق نور داره، در این نور حرکت میکنن. و اذا اظلم علیهم، چیه؟ وقتی که دوچار شک و تردید میشن در عقیدهشون، در زندگیشون، خب تاریک میشه، نمیدونن چیکار کنن، سرگردان میشن دیگه، چون نور در قلب نیست، نور تابیده، چون دنبال نور نیستن، یک بارقه زده خاموش شده، اینها در تاریکی موندن، قلب ناپاک است، این نور دیگه برافراشته نشده، بیشتر روشن نشده، خاموش شده. نوری که خاموش شده یا بارانی که اومده تو شورزار تأثیری نداره و بیشتر اونها رو دچار سرگردانی و تحیر کرده. هدف این مثال چیه که خداوند زدن؟ اینه که منافقین در طول زندگیشون متردد هستن در بین ایمان و کفر، متردد هستن، یه لحظه‌ای به طرف ایمان، لحظه‌ای به طرف کفر، تا اینکه در نهایت بر نفاق میمیرن و حق هم نمیتونن بفهمن، چون واقعا دنبال حق نبودن، خواستار حق نبودن، با قلب پاک دنبال حق نبودن. پس قلبی که، هر کس که دنبال حق هست میتونه به حق برسد. قرآن در کتاب حق هست و به حق دعوت میدهد، هر کس دنبال حق هست به حق میرسد. اما کسی که در قلبش شبهه هست، در قلبش نفاق هست، دنبال فتنه هست، دنبال ایراد گرفتن هست، دنبال شبه انداختن هست، هیچ وقت قرآن اونو به حق راهنمایی نخواهد کرد، زیرا این با قلبی که وارد شده، با قلب نفاق وارد شده، مثل این منافقین، و همیشه در این ترددش و سرگردانیش خواهد موند. خب آیه 21 هست داریم از سوره مبارکه بقره. آیه این قسمت تموم شد، بحث منافقین هم تموم شد. سه گروهی که خداوند معرفی فرموده بودند، گروه متقین که اصلا این کتاب برای اونهاست، هدایتگری است برای اونها، صفات این متقین ذکر شد. بعد دو آیه هم در مورد کفار صحبت شد که کفار کافران براشون فرق نمیکنه که تو به اونها برسونی انذار بدی انذار ندی، اینها ایمان نمیارن. و گفتیم که چرا خداوند اینو فرمودن؟ آیا معناش اینه که دعوت نباید به اونها رسوند؟ نه، کفار منظور کسانی است که حق شناختند، حق بهشون رسیده، اما اینها دیگه حاضر به قبول کردن نیستند. این گونه افراد فرمان که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه مهر خورده، چون حق رو دیدن اما قبول نکردن،
بدین خاطر میگه که اینا براشون فرق نمیکنه، کسی که در لجاجت هست. خب این شما در زندگی روزانه خودتون میبینید، یکی از اینقدر لجوجه که هر چی نشونش بدی، هر چی بهش بگی ببینه هم قبول نمیکنه، میگه همین که من میگم، همین که من میگم، باقی غلط اشتباه است. حالا بحث ایمان و کفر هم همین است. بعد گروه سوم گروه منافقان بودند که خداوند در مورد آنها صحبت فرمودند و صفات آنها فرمودند، چیزهایی که میگن، و بعد مثالی که در مورد آنها زدند. سوره بقره گفتیم که در اینجا قبلا هم گفتیم که سوره بقره به عنوان اساس و اساس بنا است، اساس شالوده و شالوده سوره های عهد مدنی است. بدین معنا که هر چیزی که در این سوره مبارکه اومده در سوره های دیگه به تفصیل خداوند صحبت می‌فرمایند. حالا شما بحث منافقین در اینجا در آیاتی که فرمودن سه گروهشون کردن، بعد دو تا مسار که زدن تا آیه 20 بود. خب دیگه در آیات دیگه در سوره های دیگه خداوند به تفصیل صحبت فرمودن. در سوره توبه هست، در سوره نساء هم اومده، در سوره های دیگه اومده، صحبت از اونها شده، تفصیل شده. پس سوره بقره به عنوان اساس هست. در اینجا کلیات گفته میشه، توضیحاتی دیگه هم میاد. حالا بحث متقین هم که شده به همین صورت هست. ابتدا فرمود که هدل للمتقین، هدایتی است، هدایتگری است برای متقین. و بعد خواهیم دید در خلال این سوره مبارکه همش ارتباط داده شده با تقوا. هر حکم میاد این کار انجام میده با تقوا است. در مسئله حج میاد، در مسئله رمضان میاد، در مسئله قصاص میاد، در مسئله جنگ با دشمن میاد، در مسئله وقتی به تو تعدی کردن، همه اینها ارتباط شده. بحث نماز هست، هر چیزی که میاد، بحث وصیت میاد، بحث انفاق میاد، همش مرتبط میشه با تقوا. هدل للمتقین بهت میگه که چگونه زندگی کن. تو که قرآن رو قبول کردی، گفتی قرآن هدایتگر من هست، قرآن بهت میگه که زندگی فردیت چگونه باش، با همسرت چگونه باش، با فرزندت، با پدر، با مادر، با خویشاوندان، هی دایره بزرگتر میشه، با جامعت، در امور سیاسی چگونه باش، در امور اقتصادی چگونه باش، در برخورد با دشمن، دشمنت چه نوع دشمنی باشه، دشمن نیست که با تو در حال جنگ هست یا فقط دشمن عقیدتی است، همه اینها رو مرتبط میکنه. میگه که بر اساس تقوا باشه، عدالت باید رعایت کرد که با تقوا باشه، همه چیزو به تقوا ربط میده. هدل للمتقین، پس متقی کسی است که همه زندگیش بر اساس دستور خداست. این معنا تقواست، زندگی کردن بر اساس اون چیزی که خدا میخواد. حالا آیه 22 رو دیگه شروع میشه و این گروه تموم شد. ندای عمومی الان خداوند میزنند به تمام انسانها و دعوت میدهند به عبادت خداوند. و خواهیم دید که آیات 21 تا 25 یه موضوعات کلی داره، یک موضوعات کلی بیان میکنه که از اصول اعتقادی اسلامی است. آیه 21 رو بخونیم، ترجمهش کنیم و انشالله در درس بعدیمون با هم اونو تفسیر کنیم. میفرماند که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم، دقت بفرمایید، ای مردم خدای خود را بپرستید، اون خدایی که شما را و کسانی را آفریده است که پیش از شما بودند، تا پرهیزگار شوید. ای مردم خدای خود را بپرستید، اون خدایی که شما را و کسانی را که پیش از شما بودند آفریده است، تا اینکه پرهیزگار شوید. دقت کنید، لعلکم تتقون. پس بار دیگه بحث تقواست، بحث اینه که به یک مرحله برسی که این کتاب برات هدایتگر باشه. لعلکم تتقون، عبادت کن تا پرهیزگار شوی. و پرهیزگارم قرآن و امام و الگوی خودش قرار میده
و بهش میگه چگونه عبادت خدا کن، عبادت خدا چیه، چگونه عبادت کن، چه نوع عبادت هایی انجام بده. اینو قرآن دیگه براش بیان میکنه که هدل للمتقین میشه، ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب وقت ما تموم هست، از خدا میخواهیم که به ما توفیق بدهند که همیشه بیاد او باشیم، او را عبادت کنیم و قرآن را بهار قلبهایمون قرار بده و نور قلبهایمون قرار بده. بار الله این نور و این بهار رو همیشه در قلبهایمون قرار بده. آمین. فراموش نکنید که سایت علمی شبکه هم مراجعه بفرمایید، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون در مورد برنامه هرچی که هست با سعه صدر قبول میکنیم، چون که این انتقاد شما، پیشنهاد شما برنامه را پربارتر خواهد کرد. تا درس دیگر، همه ما در حفظ و پناه خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.